مبارزه که ما زنها در افغانستان و همچنان دوست ما که افغان ما بیرون از افغانستان و ماجر بودن اونا هم در پروس همراه ما یک جا همکاری داشتن تغییرات به اصطلاح فاحش نظر به وضعیتی که دا افغان یا زنای افغان دو قرار دارن و اصلا سنجیده یا جدی گرفتن همیشه موقعیت و زمگیری زنا ما فکر میکنم ما باز هم تونستیم که تا تو یک اندازه امون نراتیف و یا مثلا روایتی که بسیار مردانه باشه و یک دیدی بسیار مردانه نظر به بروسی صلح و جنگ در افغانستان باشه ما تونستیم که تغییر بله مش... شما با خانما کار میکنن. قطع نکنم بخش سال و همچنان بسیار مسئله من دنبال میکنین که تقریبا دو سال طول کشیده موضوع زنا نقش زنا در پروسی سال همیشه مطرح بوده خود در مجموع در این مورد وقتی که از خانما میشنمی چی میگن؟ زنا البته میگن های خدا شدیدن دارن و بسیار با جام است بخاطر که پروسی صلح یکی خویی که یک حالت داره که ایچ کس چی واقع میشه اما از طرف دیگه نگرانی های زنایی است که در تمام ازی پروسه ام زنا امو موقعت و دستاوردهای چندین سالی خود که داشتن او را از دست نتن و یک نمایندگی قوی داشته باشند تا که از بو موقعت زنا بو هم به طور خوبی دفاع کنن البته که از این اندازه زنا بعد از اینکه چهار خانم بسیار قوی در این پروسه مذاکرات شامل شدن تا یک اندازه مطمئن استیم اما خود پروسه گفتمان صلح یک اندازه بسیار بتی به پیش میره و اکثر نامعلوم موقعتی هم که طالبا داره بسیار جدی و حالت خود است معلوم میشه که یک این صحیح وجود نداره این کمک تشویش رو زیاد میکنه که آیا مثلا وضعیت زنا چی خواهد شد و بلکه وضعیت در کل آینده افغانستان چی رقم خواهد شد و که ما همگی صلح هم اگی مگر یک صلح میخواییم که کل افغانا دو خود پیدا کنیم افغانستان با پس نره کل دنیا پیش میره مخصوصا کشورهای اسلامی و تغییراتی که در کشورهای اسلامی رو شده افغانا هم یک چنین یک وضعیت در کشورهای خود توقع داره برای جامعه جهانی تعهد کردن که کمک مالی به افغانستان میکنه و که شرایط شما قسم که شما اشاره کردین حفظ 20 سال در افغانستان به خصوص در زنا بوده شما فکر میکنین این چقدر میتونه که سر پروسه سال تاثیر گذار باشه و ممکن باید که طالبا برخی از این موضوعاتی که به خصوص مربوط مثلا افتر زنا میشه او را هم بپذیرن. طالبا حاکم بودن در افغانستان و افغانستان در یک انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داشت غیر از یکی دو کشور دیگه اصلا هیچ کس بر رسمیت نمیشناخت هیچ نوه مکتب بر دختران بود ایش کارها بسیار محدود بر مردا وجود داشت اقتصاد و رکود شده بود اگر به او این فکر کنن که مثلا ما میتونیم از نگاه جنگ پیش رفته میتونیم و میتونیم حکومت بگیریم اگر به مو ما فکر باشم من فکر میکنم به نقص خودشان و به نقص تمام افغانستان خواد باشن اما اگر سیاسی فکر کنن ما افغانستان جز یک دهکده بسیار بزرگ دنیا است و امر دنیا پیش رفته دنیا هم از خود اصل وصول داره با کمک هایی که اونا میتن از کسایی که تکس میتن اونا با یک سلسله ارزش های خود دارن که مثلا حقوق بشری در کشورها محدود نباشه و حقوق بشری مربوط به می است که افغانستان یک جامعه یکی از کشورهایی است که او اقلیت ها وجود داره از از نگاه مذهبی باشه چی از نگاه لسانی باشه هم همچنان یک کتله بزرگی از این که بیشتر از نصف نفوذ از زنا هستن اگه اینا بالکل باز هم در انزوا قرار بگیرن و هیچ دوامش مش مشارکت نداشته باشن من فکر می کنم کمک های بلیمللی برای افغانستان قطع خواد باشه و در صورت چنین یک کامیابی با فایده هیچ کس حتی طالبان نخواد بود شما به نتایج یا چیزی که نتیجه مذاکرات خواهد شد خوش بینستید؟ ببینید

جنگ در افغانستان در چل سال نتیجه چی بوده ما فکر میکنم یک یک حلقه خبیس است که جنگ میشه و یک جنگ دیگه پیدا میشه یک جنگ دیگه پیدا میشه ما هیچ راهی نداریم به غیر از ما فکر میکنم اگر افغانستان هر طرف کشته میشه اگر از طرف طالبان کشته میشه یا داخل افغانستان کشته میشه یا در اثر بمباردمان خارجی کشته میشه داخل روز یک طفل و یک زن و یک مرد از کشور کشته میشه و ای به هیچ نتیجه مار نمیرسه ما فکر میکنم سیاست ماداره افغانستان جنگجوی افغانستان که بسیار مردانه فکر میکنن یک لحظه فکر کنن که بر افغانستان و تاریخ افغانستان اینیا چی میارن و ای زنای افغانستان همیشه شایدش خواد باشه که ما صدا کردیم که شما صلح کنین و نگذارین که بر افغانستان دیگه تباه شوه نگذارین که اولادای زی کشور کشته شوه اگر از هر طرف نفر کشته میشه این فقط اولاد زمی وطن است و خاک است